آقا آیا ازدواج مجدد بهاره رهنما با حاجی صحت دارد؟ استوریای عاشقانه بهاره رهنما برای کیه؟ عیزه دلم سلام گوینده جان هستم و اینجا پشمام نیوزه، مرجع خفن‌ترین اخبار دنیا. ما رو دنبال کنید تا بروز باشید، اون سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو روشن بکنید تا اولین نفری باشید که از خبرهای روز دنیای سلبریتی ها با خبر بشید. آقا یه سری استوری گذاشته بهاره خانم رهنما که آی عزیزم، آی دلم، تو کوشی من کوشم، چرا نمیای ببرم، چرا نمیای کنارم، آی حرفا. یه سری دیگه هم گذاشته که همه رو به این فکر فرو داشته که آقا حاجی قراره برگرده یا چی. در مورد بهاره رهنما بیشتر بدونید. بهاره رهنما در خانواده هنرمند به دنیا اومده. مادرشون خانم پروین قائم مقامی هستن، بازیگر سینما که اگه یادتون باشه چند سال پیشم یه حاجیه بود، یه بازیگر دیگه قرار بود توی کاری کار بکنن که اسم نمیبرم، بعد یهو بازیگر رفت کنار مامان بهاره رهنما و پارتی بازی اومد. بهاره رهنما دو تا ازدواج ناموفق داشته. بعد از جدایی از قاسم خانی عزیز در شهریور 96 با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد. به تازگی بهاره خانوم از همسر دومم جدا شدن. در کلیپی بهاره رهنما اعلام کرد که پدرش به شدت با ازدواج دومین بازیگر مخالف بوده، یعنی گفته بابا نکن، این گفته میکنم آن که برادر، یعنی ازدواج میکنم. و خب بشنویم از خانم رهنما. بهاره رهنما متولد 10 آذر 1352 در عراق، بازیگر، فیلمنامه نویس، نویسنده کتاب است که اگر دوست داشتی یه بخش از نویسندگی هاشو که فکر میکنم که اصلا بیخیالشیم بهتره. فارغ التحصیل لیسانس رشته حقوق قضایی و فوق لیسانس ادبیات نمایشی و ادبیات سینمایی بوده. سابقه روزنامه نگاری، نقال خونی هم داره. بهار خانم در یه روستا به دنیا آمده، هزاوه در عراق، به عنوان فرزند دوم به دنیا آمده. باورتون میشه دومیه؟ یه خواهر بزرگتر داره به نام بهانه، متولد 43. یه برادر دوقلو هم داره، میدونستین؟ روحام، یعنی روحام و بهاره دوقلو بودن. ایشون الان دکتره، این یعنی یک میگه حتی یکیشون دکتر میشه یکیشون چیز خول میشه، این فکر کنم اون چیز خول هست. پدرشون خدا رحمتشون بکنه مرحوم جلال رهنما تاجر، مادرشون هم که میدونی دیگه پرویز قائم مقامی گفتم بازیگر. بهاره خانم سال 1354 وقتی که 2 ساله بود با خانواده از عراق به تهران اومدن، اما با وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 ایران رو ترک کردن و رفتن انگلیس. یه ذرم که طول کشید دیدن که آقا التهابات خابیده، دوباره جسی برگشتن ایران. بله، وقتی هم که اومدن نوشتن که با دیدن یه فیلم از علیرضا داوودنژاد عاشق بازیگری شدن، تصمیم گرفتن که اصلا شغل من آقا همینه، آینده من الان کلا همینه، تصمیم گرفتم از این به بعد شغلم بازیگری باشه، یعنی همین. توی 14 سالگی هم بعد از آشنایی با عباس معروفی یکی از دوستان پدرشون تازه فهمیدن یه رقیب تازه‌ای برای عشقشون پیدا شده، عشق بازیگری، اونم نوشتن بوده. خدا بگم چیکارت کنه عباس معروفی، چرا به این گفتی که بنویس خوب می‌نویسی؟ این شعر داده، منم زنی تنها باران میآید، تخم مرغ را میکوبم در گوجه، چه خونین میشود دل گوجه مانند تخم. آخه چه شعرایی آقا، ما کاری نداریم، کارشناس هم نیستیم، ولی خب شعر بر همچین بخوابه دیگه. من زن معمولی ایم، هر روز صبح پا میشوم و نان، اینا دیگه مثلا گفتگوی روزمره که نشد، شعر که آخه چه کاری میکنی آقا، کار نداریم. سال 70 بود که یه فراخوان داده بودن، ایشون 17 سالشون بود، دانشکده بالاخره تئاتر کار میکردن، جهشی هم خونده بودن. در کنار کارشون رفتن نتیم تو فیلم افعی کنار جمشید هاشمپور جدا دوربین. ای جونم به اون جمشید هاشمپور، کاریزما، خفن، خوش قد و بالا، دلم واسه تنگ شد دورا دور میبوسم، چقدر خوب بودی تو به خدا. بعدش هم که دیگه غزال و بازگشت به خانه و نانش موتور 1000 و فلان و این حرفا رو دیدین، گاوخونی و چارچنگولی اینا. بعد از اون در مسیر بازگشت از دانشگاه به خانه به صورت اتفاقی با پیمان خان قاسم خانی 26 ساله آشنا میشه. بعد از چند سال دوستی هم نهایتا سال 73 با هم ازدواج میکنن که ثمره این ازدواج دختر به نام پریا شد. بهاره خانم رهنما یه خانواده تمام عیار هنری دارد.
خودش که بازیگره، همسرشون که فیلمنامه نویس بود و یه کارگردان و بعد بازیگرم شد. برادر شوهرشون مهراب خانای قاسم خانی بودن، اوشون هم که نویسنده است دیگه، حرف نش. حقایق مهراب چون جاریشون بود متا تخم نفاق و اینا کاشتن، یعنی دوتا برادر رو به چیز عظما دادن، هم ایشون جدا شدن هم شقایق دهقان از قاسم خانی جدا شدن. مادرش هم که بعدن بازیگر شد، یعنی قبلش اصلا اهل این حرفا این داستانا نبود. خب این که تا اینجا شما میدونید آکسارن، بعد از اون ایشون سال 96 شهریور ما با امیر خسرو عباسی ازدواج کردن، یه آدم مایه دار خوشتیپ دور که یه سری میگفتن شبیه دی جی فسنقریه، گفته بودم قبلا، یه سری میگفتن شبیه فرهاد جمعه، یه سری میگفتن شبیه کودکی های شهرام شپر است، یه سری ها میگفتن شبیه بغض قناریه، ولی خب دیگه در اصل کاری نمی. بعد از اینکه ازدواج کردن خیلی همچین حالت نمایشی تر شد، یعنی داستان ماسونشون توی استوریای اخیرشون هم خیلی اعلام کردن که آقا من خیلی خفنم. یه مدتی که با امیر خسرو خان که بودن بعد جدا شدن یهو بی دلیل. بعد توی شب آهنگی اومدن یه برنامه گذاشتن با حامد آهنگی که شوهره بود و ای قربونتون برم و اینا، بعد گفتن آقا ما واسه قبل بود، اصلا همچین چیزی نداریم. بعد اومدن توی آپارات صحبت کردن، گفتن آقا اصلا این داستانا نبوده. آخر سالی هم پارسال با فریدون خان جیرانی یه برنامه داشتن که طبق معمول شعاف و بس بابا فلان یه بیت شعر خوندن و چهار تا گریه و عشق و اینا، و در نهایت چیز خاصی اشاره نکردن. تازگی ها همه میگن آقا این جدایی موقت بوده، یعنی اینا یه تایمی به هم فرصت دادن بدون اینکه بخوان خبر رو رسمی بکنن جدا باشن، بعد یهو رجوع کنن، یعنی قدم اصلا فرو رجوع، یه همچین حالتی میشه که خب کسی اطلاع رسمی نداره، ولی استوریاش از این قرار بوده. آنطور که دل خودتان میخواهد زندگی کنید، کاری که خودتان دوستش دارید رو انجام بدید، آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید، لباسی که خودتان میپسندید را بهتن کنید، در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید. با تعبیری با تمام تأسف، ما بیشتر میپسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشمند بدانند، تا اینکه خوشبخت باشیم اما دیگران ما را بدبخت بدانند. ناگفته نماند تمام این حواشی و آتیش سوزوندنا بعد ازدواج حاجی بودش. بهار رهنما که کلا خودش پرحاشیه است، یه سری هم اومدن گفتن حاجی تو چرا با این ریش تو فلان و این حرفا، نظرت در رابطه با این حرکتا چیه؟ یا مثلا یه خانومی که خب زیاد تناسب اندام نره، اما کسی رو زیر سوال نمی، نباید خب مدل لباس و یا مدل یه برند باشه که حالا چشماش رنگی دمش گرم، ولی دیگه این حرکتی که میکنه جالب نیست. ایشون فهمیدن که اگر شما با دیدن رفتار و ویدیوهای بهار رهنما میگویید که شوهرش باید جلوی رفتار او را بگیرد، بهتر است که نظر منو گوش کنید. امیر خسرو عباسی هم توی مصاحبه رسما اعلام کردن که با رفتارها و مدلینگ بهار رهنما هیچ مشکلی ندارم. در جواب افرادی هم که منو بی غیرت مینامند میگویم که من تمام قد از بهاره و راهی که میرود حمایت میکنم. او یک دختر دارد که از همسر قبلیش است. آخرین پیام احساسی او برای دخترش: دختر گلم روزت مبارک، عزیز دل بابا، دختر قشنگم، لبخند و خنده هایت که کیلومترها ادم که یه همچین چیزی هم گفتن و یه معلومه که اثر خودشون کرد. دخترشون هم که میدونید که دیگه توی فرانسه دارن درس میخونن، حالا یه سری میگن موزیک، یه سری میگن مدرین کار میکنن. آقا این آخرین اخباری بود که تا همین الان بهار خانم رهنما منتشر کرد. چرا همین الان که داریم اینو ضبط میکنیم هم یهو یه خبر دیگه ازشون به وجود بیاد که با حاجی به هم زد رفت با مثلا فلانی ازدواج کرد؟ بعیدم. تازگی همه چند جا هی گفته وای علی دایی خیلی خوبه، خدا رحم کنه به خاندان دایی که گیره ایشون نیفتند. آقا خیلی 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 ممنون ازتون که وقت گذاشتین، دیدید شنیدید. سابسکرایب یادتون نره، زنگولارم بزنید و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شب و روزگارتون خوش.